سلام به شما بینندگان عزیز به بخش خبری تلویزیون ایران فردا خوش آمدید یک مقام نظامی در آخرین اظهار نظر درباره ادعای سپاه مبنی بر پهباد سرنگون شده گفت این پهباد در از دریای سرخ و با عبور از آسمان یکی از کشورهای عربی به آسمان ایران وارد شده است حادی محمدی کارشناس مسائل راهوردی در گفتگو با تلویزیون المیادین درباره سرنگونی این پهپاد که سپاه ادعا کرده متعلق به اسرائیل است گفت بخشهایی از پهپاد اسرائیلی باقی مانده که قرار است از بازمانده آن برای کشف اطلاعات بیشتر درباره مأموریت احتمالی آن تحقیق شود وی گفت برخی کشورهای منطقه تعامل خوبی با جمهوری اسلامی ندارند و باید بدانند که تهران حق پاسخ به این رفتار آنها را دارد. گفتنی است روز گذشته سپاه پاسداران از سرنگونی یک هاپیمای جاسوسی اسرائیل در حریم منطقه هستهی نتنز خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه به عراق رفت و امروز دوشنبه عازم عربستان سعودی شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در این سفر گزارشهایی مبنی بر حضور سربازان ایرانی در صحنه نبرد با شبه نظامیان دولت اسلامی در عراق را تکذیب کرد. ظریف که روز شنبه وارد بغداد شده بود ضمن اشاره به اینکه عراقیا توان مبارزه مستقل با تروریسم را دارند گفت من فکر نمی کنم نیازی به حضور سربازان ایرانی باشد. پیشتر رسانه های عرب زبان گزارش داده بودند که 1500 سرباز ایرانی در کنار واحدهای رزمی اقلیم کردستان عراق علیه شبه نظامیان دولت اسلامی می جنگن. محمود علوی وزیر اطلاعات می گوید در حال حاضر فضایی در ایران به وجود آمده که مردم به راحتی نفس میکشند. حرف میزنند و در زندگی خود نگرانی ندارند. به گزارش ایسنا علوی گفت آرامشی که همکنون مردم در همه اخشار جامعه احساس می کنند مورد توجه است که این روند سمره کار جمعی دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی قلمداد می شود. وزیر اطلاعات ابزوده الحمدلله فضایی بوجود آمده که مردم ما راحت نفس میکشند راحت صحبت میکنند و راحت به کارهایشان میرسند و در زندگی مردم نگرانی و تشویش جایگاه آنچنانی ندارد و اضافه کرده وزارت اطلاعات قصد ندارد به زندگی مردم نگاه اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد و به دنبال تأمین امنیت برای مردم و جامعه است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی از تفویز برخی اختیارات خود به غلام حسین محسنی اجعی معاون اول این قوه خبر داد. لاریجانی در مراسم تودی و معارفه تعدادی از مدیران قوه قضایی گفت یکی از اختیارات واگذار شده به معاون اول رئیس قوه قضایی تشکیل جلسات با سایر معاونین این قوه و رؤسای دادگستری هاست. دارجانی با اعلام اینکه معاون اول قوه قضاییه جانشین و قائم مقام رئیس قوه قضایی است، از توضیح درباره دیگر اختیارات واگذار شده به جانشین خود خودداری کرد. انتصاب غلام حسین محسنی اژهای به عنوان معاون اول قوه قضایی به همراه افزایش اختیارات این معاونت میتواند نشانهای بر قصد جدی بودن این قوه در برخورد شدید با پرونده فعالان سیاسی و اجتماعی است یک هفته پس از اعلام توافق جمهوری اسلامی و آژانس بر سر بازدید بازرسان آژانس از برخی مراکز حسین دقان وزیر دفاع اعلام کرد دلیلی برای بازرسی مجدد آژانس از پارچین وجود ندارد آقای دقام گفت موشک های ایران قابل مذاکره نیست و بازدید مجدد آژانس از پارچین موضوعیت ندارد. این ازارات وزیر دفاع در شرایطی ایران شده که هفته پیش علی اکبر سالهی رئیس سازمان انرژی اتمی از تفاهم ایران با آژانس درباره بازدید از برخی مراکز خبر داده بود. یک خبرنگار آمریکایی پس از دو سال اسارت در دست گروه های تروریستی با میانجیگری دولت قطر آزاد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز پیتر کورتس، خبرنگار آمریکایی اهل بوستن که دو سال پیش در شهر آنتاکیه ترکیه و در راه سفر به سوریه توسط گروه های تروریستی رو بوده شده بود، با میانجیگری دولت قطر آزاد و به مقامات سازمان ملل در سوریه تحویل شد. گروه توریسی داعش یک فرودگاه نظامی در سوریه را تصرف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه داعش این فرودگاه را در منطقه ارقه سوریه تصرف کرده است. این فرودگاه آخرین پایگاه مهم ارتش سوریه در منطقه محسوب می شد. که همچنان در کنترل نیروهای وفادار به بشار الاسد قرار داشت. همزمان گزارش شده که یک شهروند آلمانی رو بوده شده توسط دولت اسلامی در سوریه آزاد شده است. وزارت امور خارجه آلمان پرداخت پول برای آزادی این شهروندش را رد کرده اما ای که این خبر را منتشر کرده گفته اقدامات قابل توجه و ویژه‌ای برای آزاد کردن او انجام شده است و در خبر دیگری مرتبط با داعش قطر گمان ها در رابطه با کمک مالی این کشور به داعش که اکنون خود را دولت اسلامی میخواند رد کرد قطر نه تنها کمک به داعش یا هر گروه افراطی دیگری را رد کرد بلکه از دیگر کشورها خواست تا به اقدامی مصمم و جمعی برای پایان بخشیدن به خشونت قومی و مذهبی در عراق و سوریه دست بزنند. وزیر توسعه آلمان هفته گذشته در مصاحبه تلویزیونی گفته بود که در بحث تأمین مالی داعش قطر کلمه کلیدی محسوب می شود. دولت آلمان روز جمعه 22 اوت بابت این اظهار نظر معذرت خواست. با این خبر به پایان بخش خبری می رسیم. تا فردا شما را به پروردگار بزرگ می سپاریم.